عزیزان سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه و در این روزها در سلامتی کامل باشید. عزیزان، دنیا در روزهای بسیار عجیبی داره به سر میبره. بسیاری در حیرت انگشت و انگوش به دهان، بسیار هم ترسیدن، ولی انگار تمام زوایای این روزها منفی نیست، انگار تمام زوایای این روزها تاریک نیست. در رومیان باب 8 آیه 28 میگه برای تمامی اونهایی که خدا رو دوست دارن و محض اراده او خوانده شدن، همه چیز برای خیریت ایشان با هم در کار هست. و انگار در لابلای این شرایط تاریک و روزهای سخت، خدا داره کارهای نیکویی رو هم به انجام میرسونه، انگار داره شرایط بسیار نیکویی رو هم خلق میکنه. یکی از این خیریت ها اینه که این روزها ما به عنوان کلیسا داریم یک اتحاد جدیدی رو در دعا با هم تجربه میکنیم و این خیلی میتونه بزرگ باشه. انگار همه ما متفق قول شدیم که در این روزها کلیسا باید به زانوهای خودش برگرده، به اون مکان دعا، مکانی که امنیت، آرامی و قوت ما اونجاست. هللویا. پیغامی در قلبم هست در انجیل متی باب 21 آیه 18 تا 22. عیسی مسیح داره از یک جاده عبور میکنه و درخت انجیری میبینه که وقتی که میبینه میوه در اون درخت نیست، یک اعلامی میکنه که دیگه کسی از این درخت نخواهد خورد و دیگه میوه نخواهی داد و اون درخت جا به جا خشک میشه. اما شاگردان سوالی از عیسی مسیح میپرسن و با حیرت این سوال میپرسن که چی شد این درخت جا به جا خشک شد؟ و جواب عیسی مسیح یک جواب بسیار بی‌نظیره. بیایید با هم به این جواب نگاه کنیم. در آیه 20 میگه شاگردان از دیدن این واقعه حیرت کرده بودند. از او پرسیدند چگونه درخت انجیر چنین زود خشک شد؟ عیسی در پاسخ به آنان گفت: آمین به شما میگویم، اگر ایمان داشته باشید و شک نکنید، نه تنها میتوانید آنچه بر درخت انجیر گذشت انجام دهید، بلکه هرگاه به این کوه بگویید از جا کنده شده به دریا افکنده شو، چنین خواهد شد. اگر ایمان داشته باشید، هر آنچه در دعا درخواست کنید خواهید یافت. هللویا، چه جواب بی‌نظیری. عزیزان، شاید خیلی از ماها تفسیرهای زیادی رو خوندیم و تعلیم گرفتیم که درخت انجیر یک نماد، یک تصویر و یک سمبل نبوتی از قوم اسرائیل هست. اما جالب این که پاسخ عیسی مسیح به شاگردان این نیست که شاگردان رو به تحقق نبوت‌ها و تحقق پیشگویی‌ها ببره، اون رو به تفسیر نبوت‌ها و آیاتی از در زمان‌های مختلف ببره، بلکه شاگردان رو با سه تا موضوع بسیار مهم روبرو می‌کنه و انگار به شاگردان میگه که اگر تکلیف این سه تا موضوع برای شما در زندگیتون مشخص بشه، شما تمام درخت‌های بی‌ثمر اطراف زندگیتون رو میتونید خشک کنید و کوه‌های غیر قابل جنبش رو جابجا خواهید کرد. هللویا. و این سه چیز اینه: ایمان، شک و دعا. ایمان، شک و دعا، که تکلیفش باید در زندگی شاگردان و کلیسا، تکلیف این سه چیز مشخص بشه. و عیسی مسیح در این آیات داره نشون میده که اگر اهل دعای به ایمان باشی، اگر اهل دعای ایمان باشی، دعای ایمان دعاییه که پشتوانش خدای زنده و حقیقیه، و میگه اگر اهل دعای ایمان باشی، تو جهت تاریخ رو میتونی عوض کنی، تو میتونی بسیار اثرگذار باشی، تو میتونی تمام اون چیزهایی که خشک شدنش و جابجا شدنش محاله جابجا کنی و خشکش کنی. هللویا. عزیزان، این دعوت امروز ما و کلیساست. به جای اینکه به دنبال جواب چراهای خودمون باشیم که چرا این وقایع اتفاق افتاده، خدا چه پیشگویی‌هایی رو داره به انجام میرسونه، چه نبوت‌هایی رو داره به انجام میرسونه، و به دنبال این باشیم که چه جواب الهی برای وقایع امروز هست، این رو بدونیم که اگر تمام اسرار رو بدونیم، تمام جواب چراهامون رو بدونیم، عزیزان، در دنیای گرفتار امروز هیچ تغییری انجام نخواهد شد. در دنیای گرفتار امروز، در کشور ما ایران که گرفتار خیلی از مسائل هست، هیچ تغییری صورت نخواهد گرفت. عزیزان، اون چیزی که دنیای گرفتار امروز رو تغییر میده و یک جاهایی میتونه نجات بده، دعای ایمان کلیساست که عیسی مسیح ما رو به این دعا دعوت کرده. عزیزان، خیلی جالبه که مأموریت اخبارها و رسانه‌ها اینه که یک درخت بی‌ثمری مثل کرونا رو، عظمتش رو برای ما به تصویر بکشه که ببین شاخ و برگش تا کجا رفته، چه ثمره هلاکت و مرگی داره میده، و خیلی وقتا کوههای غیر قابل جنبش سرزمین ما ایران رو برای ما به تصویر بکشه. و اینها وقتی ما با اینها وقت میذاریم، خیلی وقتا اینها کارنده بذرهای شک در زندگی ما هستن که آیا واقعا درختی به این عظمت که درخت کروناس خشک خواهد شد؟ آیا کوههای لعنت، جهل و خرافات در کشور ما جابجا خواهد شد؟
آیا بعد از 20 و چند روز دعا که داریم دعا میکنیم در اتحاد، در دعا و روزه، آیا واقعا تغییری در دنیا صورت گرفته، در کشور ما صورت گرفته؟ عزیزان، شک در زندگی دعایی ما هیچ جایی نداره. جواب بله و آمین هست، مادامی که چشمان ما به بانی و تکمیل کننده ایمان ماست، به کسی که تمامی قدرت در آسمان و زمین در دستان اونه، به کسی که اسمش فوق از جمیع اسم هاست، به کسی که پتروس گفت اسمی بالاتر از اون اسم به ما داده نشد، یعنی عیسی مسیح که ما بدان نجات یابیم. مادامی که به اون نگاه میکنیم و به نام اون دعا میکنیم و به پشتوانه اون دعا میکنیم، که این یعنی دعای ایمان، عزیزان کوها جابجا خواهد شد، درختان عظیم خوش خواهد شد و ما با چشمون میبینیم که کلیسا به دعای ایمان تاریخ سازه و میتونه جهت تاریخ رو عوض کنه و بسیار اثرگذار خواهد بود. عزیزان، شک در دعاهای ما هیچ جایی نداره. وظیفه ما ایستادن در جای درسته. نتیجه رو به فرداها بگذاریم. عزیزان، ممکنه ما در این 40 روز تا به آخر در دعا و روزه بیستیم و این سوال پیش بیاد: آیا اتفاقی افتاد؟ جواب بلی و آمینه، چون عیسی مسیح گفت خواهید یافت. اگر به ایمان دعا کردید خواهید یافت. امروز قرار نیست خیلی به نتیجه نگاه کنیم. برای ما مهمی که بدون شک با ایمان در مکان امن و درستی بیستیم، که اون مکان دعا بر روی زانوهامون هست، که خدا وعده دهنده امینی هست که گفته اون درخت خوش خواهد شد و کوها جابجا خواهد شد. خیلی دوستتون دارم. این رو ادامه خواهیم داد و به نام عیسی مسیح به دعای ایمان زندگی خواهیم کرد و چشمان ما هم خواهد دید که این دعاها به نام عیسی مسیح به هدف خورده، ثمر داده و ما بی ثمر و بی نتیجه وای نستادیم. دوستتون دارم و به خدا میسپارمتون.